وزیر بهداشت با تشکر از رهبر ایران را در نقطه‌ای موفقیت‌آمیز در مبارزه با کرونا توصیف کرد و روحانی به سیاست دولتش افتخار کرد. وعده پشت وعده، ادعا پشت ادعا، مقاماتی که در ایران تنها شعار می‌دهند و پای عمل که می‌رسد لنگ می‌زنند. تازه‌ترین گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد 88% اعدام‌های جهان در 4 کشور اجرا شده. جمهوری اسلامی مسئول نیمی از اعدام‌های جهان، با بیشترین میزان اعدام زنان ایران از اعدام برای سرکوب‌های سیاسی اجتماعی استفاده می‌کند. رأی تاریخی دادگاه مینیاپولیس، دریک شووین افسر سابق پلیس برای مرگ جورج فلوید محکوم شد. بایدن آن را قدمی به سوی عدالت توصیف کرد، عدالتی که سالها بسیاری چشم انتظار آن هستند. روزی برای ادای احترام به سیاره‌ای که روی آن زندگی می‌کنیم، تلاشی جمعی برای بازیابی آنچه سالها تخریب شد. ایران و چالش‌های بسیار در سرزمینی که حالا خوشحالی روی چهره سبزش ترک انداخته است. به امروز خوش آمدید. مدیر عامل بهشت زهرا مقابله با کرونا و جانباختگانش را با جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کرد و از سخت‌ترین و غم‌انگیزترین روزها در 50 سال گذشته صحبت کرد. آمار هم نشان می‌دهد که میزان مرگ بر اثر ابتلا به کرونا بعد از تعطیلات نوروزی 5 برابر شده است. حالا در این میان وزیر بهداشت هر از چندی صحبت‌های خودش را هم که نقض می‌کند می‌گوید اگر حمایت‌های علی خامنه‌ای نبود، جمهوری اسلامی به نقطه موفقیت آمیز برای مقابله با کرونا نمی رسید. روحانی هم می گوید برنامه های دولتش همچون طرح سلامت موجب شده که حریف کرونا شوند. تضادهای بی پایان مقاماتی که به جای اقدام بیشتر این روزها سخنرانی می کنند. لیلا سعادتی گزارش می دهد. هزاران هزار نفر بستری، مرکز سرقمی، پیک 4. حسن روحانی موفقیتش در مهار کرونا را مدیون طرح سلامت دولتش دانست. اگر طرح تحول سلامت دولتی 11 و 12 نبود که الان ما حریف نمی شدیم اصلا. و وزیر بهداشتش موفقیت ها را مدیون علی خامنه ای. همچنان که کرونا سلامت و جسم شهروندان ایران را نشانه گرفته، مقامات دولتی و وزارت بهداشت هر کدام با حرفای متناقض خود سلامت روان و اعتماد مردم را هدف قرار دادند. تیر ماه سال 99 که دنیا در تلاش برای کشف واکسن بود، سعید نمکی برای اولین بار وعده خبر خوش واکسن داخل را داد. خوش را هم امروز به مردم عزیز کشورم و به همه بدم که خوشبختانه ما در ساخت واکسن هم گام‌های بسیار موثری برداشتیم. 1 ماه بعد خبر ساخت واکسن کوبرکت توسط ستاد اجرایی فرمان امام آمد. در کنار این شرکت‌های دیگر هم گفتند دارن واکسن می‌سازن. انستیتو پاستور و رازی هم همچنین. واکسن که در دنیا کش شد و اسم فایزر و آسترازنکا آمد وسط، افکار عمومی پرسیدن چرا ایران واکسن نمی‌خرد. توجیه ها برای نخریدن فایزر شروع شد. اندکی بعد علی خامنه ای واردات واکسن های غربی را ممنوع کرد. واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. سازمان بهداشت جهانی در پاییز اعلام کرد کنسرسیوم کوواکس را برای توزیع عادلانه واکسن برای کشورهای فقیر در نظر گرفته. خوشبختانه مشکلاتش حل شد و ما حدود 16,800,000 دوز واکسن در قالب کوواکس خوشبختانه الان واکسن آسترازنکای سبد کوواکس برخلاف وعده پاییز وزیر، اولین محمولش در فروردین 1400، آن هم نه میلیون ها دوز بلکه حدود 700,000 دوز به تهران رسید. دولت و وزارت بهداشت که واکسن برای مردم تامین نکردند، مطالبه مردم برای گرفتن واکسن در زمستان شروع شد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو آمد و گفت دارن 120 میلیون دوز واکسن می‌خرند و برای این اساس هم 120 میلیون دوز یا 60 میلیون نفر رو ما پیش بینی کردیم که انشالله تا پایان سال میلادی این عدد محقق خواهد شد. تا اینکه 16 بهمن 120 هزار دوز واکسن روسی به ایران رسید. مقداری هم از چین و هند آمد.
اما خبری از وارد واکسن انبوه نشد. در بهار آینده به ترتیب ما سعید نمکی گفت واکسن داخلی بهار میرسد، مردم صبر کنند. اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه است. فروردین ماه که آمد وعده های مسئولان رنگ دیگری گرفت. روحانی گفت نمیتوان منتظر واکسن داخل ماند. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر از 240 میلیون دوز سفارش واکسن داد. بیش از دو برابر واکسن مورد نیاز کشور، یعنی شاید افزون بر 240 میلیون دوز پیش بینی شده و به نوعی عقد قرارداد شده، ثبت سفارش شده. تهیه واکسن انبوه برای ماهای بعد. بعد حسن روحانی اواسط فروردین گفت تازه تصمیم گرفتن انبوه واکسن بخرند. اگر یک شرکت معتبری که مورد قبول وزارت بهداشت درمان ماست توان داره میتونه بره واکسنی رو بخره بیاره. بعد اجازه واردات واکسن به بخش خصوصی را داد. اما وزیر بهداشت گفت ماس فروش و سیمان فروش و پلاسکا فروش میخواهند واکسن وارد کنند. در همین اوضاع احوال کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو خبر داد قرارداد خرید 60 میلیون دوز واکسن روسیه اسپوتنیک را نهایی کردند. ناکامی در تامین واکسن روحانی را به حرف آورد و در تازه ترین حرفش گفت میخواستن از غرب و شرق واکسن بخرن، نشد. در غرب یک مذاکراتی هم در شرق شد بود، بعد حالا شرایط دیگری پیش آمد. یعنی در یه نقطه ما قرار گرفتیم که بنا شد که از برخی از کشورها ما واکسن اصلا نخریم. این یک نمونه مختصر بررسی سرگیج آور حرفای ضد و نقیض مسئولان است و مردم هم سردرگم‌تر از همیشه. بی واکسن چه داخلی و چه خارجی و همچنان گرفتار در آتش کرونا. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال. سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی از تهران همراه ما هستند. آقای مدنی خوش آمدید. انتهای همین گزارش رو ادامه بدیم با هم دیگه. در واقع مردمی که سرگردان هستن و یک مطالبه جدی دارن، واکسن بخرید. و همین مطالبهشون به سادگی زیر سایه اختلافات سیاسی حتی میره. در چنین جامعه ای آیا اعتماد متقابل بین مردم و حکومت قابل اصلاح و جبران پذیر هست؟ اجازه بدید برای پاسخ به سوال شما من هم یه مرور خیلی مختصر داشته باشم روی 4 تا چرخه سیاستی که دولت، ستاد کرونا و نظام در ارتباط با کرونا داشته. چرخه اول در واقع سیاست ایمنی جمعی بوده که در اوایل ورود کرونا داشتیم. چرخه دوم قرنطینه ناقص بوده که باز اون هم بعد از ناموفق بودن ایده ایمنی جمعی رخ داده. چرخه سوم فاصله گذاری، سیاست فاصله گذاری به اصطلاح غیر مسئولانه بوده. فاصله گذاری اجتماعی غیر مسئولانه به این معنی که دولت هیچ گونه مسئولیتی در قبال گروه‌های فقیر، کم درآمد یا گروه‌هایی که نیاز داشتن برای تامین معیشت به فعالیت اجتماعی داشته باشند و نتونند فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنند تعهد نکرده. و چرخه چهارم واکسیناسیون قطعی، ناکارآمد و خصوصی که این چرخه چهارم در واقع وضعیت بقایت بحرانی و بغرنجی رو در مقابل مردم ایران قرار داده. برای اینکه ببینیم حاصل این چهارچرخه سیاستی چی بوده، نمودش رو در همین وضعیت تزریق واکسن میتونیم ببینیم. در ایران بر اساس همین اطلاعاتی که داده شد تا همین اواخر، یعنی این تا 25 فروردین، به ازای هر 100 نفر 55 صدم نفر 55 صدم دوز واکسن تزریق شده به افراد، یعنی به ازای هر 200 نفر یک دوز. اینا مقایسه کنیم با شاخص‌های جهانی، میانگین شاخص جهانی 11.6 دوز در 100 نفره و در امریکا این 62.4 دوز برای 100 نفره. از امریکا اروپا بگذاریم، در میون کشورهای منطقه وضع ما بقایت خرابه، یعنی در مقابل 55 صدم دوز، نیم دوز برای هر 100 نفر، در ترکیه 23.7 دوز برای هر 100 نفر و
واکسن تزریق شده. در قطر 43.3 دوز برای هر 100 نفر، امارات 97.4%، امارات اندازه یکی از استانهای ایران هم نمیشه، عربستان 20.5 دوز برای هر 100 نفر به اصطلاح واکسن تزریق شده، همینطور بحرین 63.3 دوز برای هر 100 نفر. پس میبینیم که با این کارنامه و وضعیتی که الان ما داریم هیچ چیزی برای گفتن وجود نداره و در مقابل این وضعیت به شدت نامساعد و غیر قابل به اصطلاح اعتماد و در نهایت ناکارآمدی، خب ادعای وزیر بهداشت، رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد کرونا و بسیاری از مسئولین رسمی گوش فلک رو کر کرده. واقعیت اینه که در طول این یک سال و چند ماهی که گذشته، ادعا همونطور که در گزارش شما هم بود به شدت تناقض‌آمیز بوده. مثلا در مورد همین واکسن، در بهمن 99 وزیر بهداشت ادعا کرد که ما 16,800,000 واکسن سفارش دادیم که 4,200,000 تا اونها در تا آخر سال 99 وارد کشور میشه و گروه های در مرز خطر مثل کادر درمان، سالمندا، معلولا، اینها در واقع واکسن میشن. وضعیتی که الان داریم اینه که حتی کادر درمان هم تزریقش انجام نشده و ما حدود 500,000 دوز واکسن در واقع تزریق کردیم که همونطور که گفتم در واقع هیچ محسوب میشه، یعنی به تقریبا 0.2% جمعیت ایران توی یک ماه اول فقط به اصطلاح واکسن بهش تزریق شده. خب مجموعه این شرایط نشون میده که اولا که سیاست و برنامه مبارزه با کرونا در ایران به شدت شکست خورده است و به شدت معیوبه و ادعاهایی هم که شده همه نقض شده. یعنی ما یک ادعای مسئولین مدیران مرتبط رو نداشتیم که صحت داشته باشه و به واقعیت منجر شده باشه. در چنین شرایطی طبیعیه که در حالی که قبل از وقوع کرونا هم میزان سرمایه اجتماعی، میزان اعتماد به نهادهای رسمی و دولتی به شدت پایین بوده، این آزمون 14-15 ماهه هم میزان این اعتماد رو به شدت کاهش داده. سعید بدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، ممنون از اینکه با امروز همراهی کردین. در حالی که شبکه پرس تیوی به نقل از منابع خود میگوید که مذاکرات وین در راستای تعلیق و نه لغو برخی تحریم هاست، عباس عراقچی که هدایت تیم مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد میگوید این موضوع درست نیست و به کنایه در توییتر نوشت منبع آگاه پرس تیوی آگاه نیست. روحانی هم با اینکه تمام تلاش خود را برای به ثمر رساندن این مذاکرات پیش از انتخابات خرداد ماه به کار بسته، میگوید بله آخر را ایران باید بدهد. این بله البته بیشتر به نظر میرسد باید از زبان رهبر جمهوری اسلامی صادر شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهره جلالی. در پایان دور دیگری از نشست‌های کمیسیون برجام، هیئت نمایندگی کشورهای مختلف برای مشورت به پایتخت‌هایشان برمی‌گردند. برای ارزیابی نشست‌هایی که از پنجشنبه 26 تا 31 فروردین در وین پایتخت اتریش برگزار شد، انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا و رئیس نشست که هماهنگ کننده مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکاست، در پیامی در توییتر گفته از همه شرکت کنندگان در این گفتگوها برای تعهدشان در احیای پیمان کلیدی برای جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای و ثبات منطقه‌ای سپاسگزارند. و در بیانیه رسمی پیوست این توییت به نکته جدیدی برای پیگیری مذاکرات برجام اشاره می‌کند. کمیسیون مشترک تصمیم گرفت سومین کارگروه کارشناسی را برای بررسی اقدامات مربوط به لغو تحریم‌ها و تعهدات برجامی تشکیل دهد. اما از وین به تهران، سخنگوی وزارت خارجه ایران تکرار می‌کند که پیشرفت مذاکرات به لغو تحریم‌ها وابسته است. اگر دولت ایالات متحده تصمیم خودش رو بگیره که فاصله بگیره از میراث شکست خورده ترامپ و سعی بکنه در مسیر انجام کامل به تعهدات خودش قدم برداره، این راحت‌تر جلو خواهد رفت. و حسن روحانی، رئیس جمهور، در نشست چهارشنبه هیئت دولت از مذاکرات وین تا به اینجا ابراز رضایت میکند. پس بنابراین این قدم باید اونا بردارن. تو این قدم علی‌ظاهر در زبان فعلا جدی هستن.
اما همه راضی نیستن. تلویزیون ایران پاسخی متفاوت به این مذاکرات داده با پخش فیلمی تحت عنوان مستند پایان بازی از شبکه 3 که در آن به نقش رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران می‌پردازد و او را مرد مخفی و پشت پرده معرفی می‌کند. پخش این فیلم انتقاد شدید خبرگزاری ایرنا را به همراه داشت، اما حسن روحانی آن را فیلم‌های کهنه می‌داند که چند سال پیش ساخته شده. البته فیلم و اینا درست کردن مال مثلا پارسال پیارسال، دستشون باد کرده دارن پخش می‌کنن. حالا اینا مال قدیمه، کار نداریم. این تنها زده خورد رسانه‌ای در ایران نبود. پرستیوی، شبکه ماهواره انگلیسی زبان ایران، به نقل از یک منبع در وین گفته آمریکا قصد لغو تحریم‌ها را ندارد و تحریم‌ها را برای یک دوره 3 تا 6 ماه تعلیق می‌کند. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران و سرپرست هیئت اعزامی به وین، از پوشش خبری پرستیوی انتقاد می‌کند و در توییترش می‌نویسد: من نمیدانم منبع آگاه پرس تی وی در وین کیست، ولی او قطعا آگاه نیست. یعنی اون بله رو ما باید بگیم. با اینکه حسن روحانی میگوید بله آخر احیای برجام به دست ایران است، اما روشن نیست کدام طرف باید بله آخر را بگوید. شهره جولانی، ایران اینترنشنال. سمیرا قرایی همکارم از ساختمان کنگره آمریکا همراه من هست. سمیرا، همزمان با صحبتی که داریم می‌کنیم، نشستی اونجا در حال برگزاری است در مورد تحریم‌های ایران، برای ما توضیحات بیشتری بده. کامیار، نشستی امروز چهارشنبه برگزار شد که از سوی کمیته جمهوری خواهان کنگره ترتیب داده شده بود، بزرگترین فراکسیون محافظه‌کاران. این نشست ساعت 12 قرار بود برگزار بشه، قرار بود مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا هم در اون حضور داشته باشه. در حدود نیم ساعت 45 دقیقه نشست انجام شد و تمام شد. چه اتفاقی افتاد؟ یک طرحی رو معرفی کردند این نمایندگان جمهوری که نام طرح فشار حداکثری رو داره، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران. جیم بنکس از نمایندگان جمهوری خواه این طرح رو معرفی کرد. طرحی 1000 صفحه‌ای هست و در اون روش‌هایی داره توضیح داده میشه که به واسطه اونها تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران حفظ بشه، تحریم‌های بیشتری اضافه بشه. و آقای بنکس در صحبت‌هایی که در ابتدا کرد اعلام کرد که این طرح رو از کارکرد و عمل کرده آقای پومپئو الهام گرفتند و به همین خاطر از آقای پومپئو هم خواستند که در نشست امروز حاضر باشه و صحبت‌هایی بکنه. فقط این رو بگم که این طرح برای اینکه به قانون بدل بشه باید در کنگره رأی رو بیاره و بعید هست که این اتفاق بیفته. به هر جهت اقدامی هست که همزمان با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین داره رقم می‌خوره. آقای پومپئو در صحبت‌هایی که انجام داد اشاره کرد به اینکه هیچ کدام از اون دلایلی که به خاطرش آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو تحریم کرد از بین نرفته، همه اون دلایل پابرجا هستن و در نتیجه به شدت تاخت به سیاست‌های جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران. و اینکه وقتی که تمامی این دلایل پابرجا هستن، به چه دلیل هستش که آقای بایدن و دولت او به سمت کاهش تحریم‌ها داره پیش میره؟ در همین امروز که این نشست داشت برگزار می‌شد، ما گزارش‌های شنیدیم از وال استریت ژورنال که به نقل از 2 مقام آگاه میگفت که جو بایدن و دولتش دارند این رو لحاظ میکنند که تحریم هایی که مربوط به تروریسم هست رو علیه جمهوری اسلامی ایران کاهش بدند. مشخصا تحریم مربوط به بانک مرکزی و همچنین تحریم مربوط به وزارت نفت رو. و از اون طرف نشست امروز در صحبت های جنساکی سخنگوی کاخ سفید هم باستا پیدا کرد و او اعلام کرد که هنوز آمریکا برنامه مشخصی برای برداشتن تحریم ها نداره، که در تناقض هست با گزارشی که وال استریت ژورنال از به نقل از 2 منبع آگاه نوشت. کامیار، ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از ساختمان کنگره آمریکا که با ما همراه بودی. 4 کشور 88% اعدام‌های جهان را به نام خود ثبت کردند که جمهوری اسلامی ایران بعد از چین در مقام دوم است با بالاترین میزان اعدام زنان در جهان. سالها مقامات جمهوری اسلامی میزان بالای اعدام را به احکام قصاص و پرونده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر تقلیل می‌دادند، اما حالا بحث بر سر این است که ایران از اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب خواست‌های سیاسی و مدنی استفاده می‌کند. پریسا صادقی نگاهی دارد به این گزارش سازمان عفو بین‌الملل. ایران مسئول نیمی از اعدام‌های انجام شده در جهان. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون می‌گردن.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل از اجرای اعدام در جهان نشان می‌دهد تعداد اعدام‌ها در سال 2020 میلادی نسبت به سال قبل کاهش 26% داشته است، اگرچه ایران در این کاهش سهمی نداشته. در این گزارش آمده در سال 2020 میلادی از میان 483 مورد اعدام انجام شده در 18 کشور، 88% اعدام‌های جهان شامل شهروندان 4 کشور دنیا است و در این میان ایران پس از چین در رتبه دوم اعدام هاست و پس از آن مصر، عراق و عربستان سعودی ایستادند. به نظر می رسد حتی چالش بی سابقه همه‌گیری کرونا همین کشورها را از اجرای اعدام باز نداشته است. عفو بین‌الملل با اشاره به کاهش 26% در تعداد اعدام‌ها در جهان می‌گوید این میزان پایین‌ترین عدد اعدامی بوده که طی دهه گذشته ثبت شده است و در این میان عربستان سعودی بیشترین کاهش در اعدام‌ها را ثبت کرده، 85% کاهش اعدام در یک سال. چین اما همچنان جلادترین کشور جهان باقی مانده. مصر آمار اعدامش 3 برابر شده. عراق تعداد اعدام‌ها در یک سال را به نصف رسانده و قطر پس از 20 سال اولین اعدام خود را در سال گذشته انجام داده که موجب نگرانی عفو بین‌الملل است. اما در جمهوری اسلامی عفو بین‌الملل میگوید دست کم 246 نفر در سال 2020 توسط حکومت ایران اعدام شدند. این حداقل آمار ثبت شده در ایران است و احتمال می‌رود که شمار اعدام‌ها در ایران از این تعداد هم بیشتر باشد. از میان 16 زن اعدام شده در جهان 9 زن ایرانی بودند، آماری که ایران را به بزرگترین اعدام کننده زنان در جهان بدل کرده. همچنین 3 نفر در ارتباط با جرائمی اعدام شدند که در دوران کودکی آنها صورت گرفته و هنوز افراد دیگری هم در این گروه در صف اعدام جمهوری اسلامی قرار دارند. عفو بین‌الملل در گزارش خود اشاره می‌کند که مقام‌های ایرانی بیش از پیش از مجازات مرگ به عنوان یک سلاح سرکوب سیاسی علیه نارضایتی، اعتراض و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کنند. شما میگین اختشاش شد، ما میگیم اعتراضات. بیرحمانه، خشونتبار و غیر انسانی واژه هایی است که سازمان عفو بین‌الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده و بار دیگر خواستار لغو این مجازات از همه کشورها شده. خواسته ای که در 108 کشور جهان از جمله چاد و قزاقستان اجرایی شده و در آنها مجازات اعدام در قوانین را برای همه جرائم متوقف کردند. پریسا صادقی، ایران اینترنشنال. اولواتیسون پوپولا، مشاور حقوقی سازمان عفو بین‌الملل، بر این باور است که مجازات اعدام یک مجازات بی اندازه، بی رحمانه و غیر انسانی است و اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کردند و ایران هم باید همین کار را انجام دهد. در سال 2020 سازمان عفو بین‌الملل 246 مورد اعدام را در ایران به ثبت رسانده که نسبت به سال 2019 کمی کاهش پیدا کرده. اعدام در ایران بعد از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 2017 کمتر شده. با این حال علارغم اینکه اعدام در ایران نسبت به گذشته کمتر شده، استفاده از مجازات اعدام در ایران کماکان باعث نگرانی شدید سازمان عفو بین‌الملل است. ایران برخلاف قوانین و استانداردهای بین‌المللی در زمینه دادرسی عادلانه برای جرم‌هایی که جزو شدیدترین جرایم محسوب نمی‌شوند و همچنین علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتن از مجازات اعدام استفاده می‌کنه. به علاوه در سال 2020 از اعدام به شکل فزاینده‌ای به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان و معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده شده. عفو بین‌الملل همچنان از مقامات ایران می‌خواد که مجازات اعدام رو به کلی لغو کنند. در این حین همه احکام اعدام رو به حبس تبدیل کنند و اطمینان حاصل کنند که در مورد همه محکومان به اعدام دادرسی عادلانه انجام میشه. مجازات اعدام یک مجازات بی اندازه، بی رحمانه و غیر انسانیه. اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو لغو کردن و ایران هم باید این کار رو بکنه. ایران از اعدام برای مجرمان زیر 18 سال استفاده میکنه و این خلاف قوانین بین‌المللیه که اکیداً مجازات اعدام رو برای این افراد ممنوع کرده. در سال 2020 عفو بین‌الملل 3 مورد اعدام مجرمان زیر 18 سال رو در ایران ثبت کرده. به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون حقوق کودکان و پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، ایران قانوناً موظف همه افرادی را که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شدن کودک مجرم محسوب کنه و اطمینان حاصل کنه که اعدام نشن.
رأی تاریخی دادگاه مینیاپولیس آمریکا در پرونده بررسی رفتار پلیس که منجر به مرگ جورج فلوید شد. هیئت منصفه این دادگاه افسر پیشین پلیس را در همه اتهامات مجرم شناخت و حالا تا یک هفته دیگر دادگاه حکم خود را صادر می‌کند. دادگاهی که جو بایدن رأی صادره اش را گامی بزرگ به سوی عدالت توصیف کرد. عدالتی که بسیاری همچنان با دیده شک به آن نگاه می‌کنند. یوسف عباس‌زاده و جزئیات بیشتر این دادگاه. We the jury in the above entitled matter as to count one unintentional. چهره به شدت نگران درک شوین، افسر پیشین پلیس شهر مینیاپولیس آمریکا و متهم پرونده قتل جورج فلوید. هنگام قرائت یک رأی تاریخ ساز در دادگاهی در شهر مینیاپولیس، او پس از سه هفته محاکمه و با شهادت 45 شاهد در هر سه مورد اتهام‌هایش از جمله قتل درجه دو یا قتل غیر عمد از طریق یک فعل مجرمانه گناهکار شناخته شد. دادگاه ادعای وکلایش در ارتباط دادن مرگ جورج فلوید به مصرف مواد مخدر را رد کرد. بسیاری از جمله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا محکومیت این افسر سفید پوست را به عنوان نقطه عطفی در مبارزه با نجات پرستی در آمریکا تلقی کردند. هیچ کس نمیتونه جورج رو به زندگی برگردونه، اما این میتونه یه گام بزرگ به جلو در راه برقراری عدالت در آمریکا باشه. زانویی که روی گردن عدالت برای سیاه‌پوستای آمریکایی گذاشته میشه، هراس بی‌اندازه و ضربه‌های روحی عمیق در دورنجی که رنگین‌پوستا در آمریکا هر روز تجربه میکنن. در دورنجی که شاید با این رأی تاریخی کمی التیام بخشد. درک شوین دستبند بر دست راهی زندان شد. گفته می شود او حداقل 30 سال در زندان خواهد ماند. و اینجا ابراز شادمانی خانواده فلوید که بی صبرانه منتظر شنیدن رأی دادگاه بودند. همه جهان شاهد خاموش شدن ناعادلانه زندگی برادرم بود. اما امروز همه ما بالاخره می تونیم یک بار دیگه نفس بکشیم. اشاره به نفس‌های جورج که یک سال پیش زیر فشار 9 دقیقه‌ای زانوهای این افسر پلیس برای همیشه قطع شدند. بعد از اعلام رأی دادگاه، هزاران نفر این چنین از شادمانی به زانو افتادند و جاری شدن اشک شادی از چشمان همه از هر رنگ و نژادی و فضایی از پای کوبی، پخش غذا و موسیقی شهر مینیاپولیس را به عرصه یک کارنوال تبدیل کرد. واکنش شخصیت‌هایی مانند باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به رأی دادگاه نشان از اهمیت پرونده قتل جورج فلوید دارد. پرونده ای که به شکل گیری بزرگترین کارزار ضد نژاد پرستی پس از جنبش مارتین لوتر کینگ در آمریکا منجر شد. حالا فعالان جنبش زندگی سیاهان مهم است امیدوارند تا محکومیت این افسر سفید پوست به اصلاح مقررات و شیوه اعمال قانون از سوی نیروی پلیس منجر شود. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال. اگوین کلچی فعال حقوق سیاه‌پوستان میگوید این ادعا که سیاه‌پوستان بیشتر جرم و جنایت مرتکب میشوند واقعیت ندارد و اصل ماجرا این است که حضور پلیس در میان جامعه سیاه‌پوستان بیشتر است. به نظر من حکم دادگاه درک شوین یک اتفاق تاریخی نیست. اتفاق نادریه، اما اولین باری نیست که یک افسر پلیس در قتل یک سیاه‌پوست مجرم شناخته میشه. قبلا هم این اتفاق افتاده. منتها در 98% موارد اینچنینی افسران یا اصلا محاکمه نمیشن یا تبرئه میشن. اما اولین بار نیست که افسری محکوم شده. بنابراین یک اتفاق تاریخی نیست. چیزی که در مورد این اتفاق برجسته است اینه که مرگ جورج فلوید خیلی مورد توجه قرار گرفت. تظاهرات و اعتراضات زیادی به دنبال مرگ فلوید به راه افتاد. یک بخشش هم به خاطر این بوده که مردم تازه از قرنطینه داشتن در می اومدن. مدت‌ها بود مردم در خانه بودن و مدام گزارش‌های مربوط به این اتفاق رو با همه جزئیاتش پشت هم دیدن و بنابراین بیشتر از حد معمول و بیش از پیش بهش توجه کردن. وگرنه این اولین باری هم نبوده که از لحظه قتل فیلم برداری شده.
سیاه پوست دیگری به اسم اریک گارنر هم جلوی دوربین کشته شد و علنی هم شد. اما اون افسر پلیس محاکمه نشد. بنابراین بیشتر شرایط پیرامون این اتفاق و این محاکمه برجسته شده و قابل توجهه. مثلا خود رئیس پلیس در دفاع از شاکیان و علیه شووین شهادت داد و این اتفاق بسیار نادریه. چیزی نیست که اغلب اتفاق بیفته. البته این قتل از زاویه‌های مختلف فیلمبرداری شده بود، هم با دوربین مردم هم دوربین پلیس، و در نتیجه شواهد آنقدر زیاد بود که واقعا سخت بود حکم به بیگناهی شووین بدن. تاریخی نبود اما اتفاق نادریه. مسئله پلیس نشان از یک مشکل بزرگتر داره. اصل مشکل پلیس نیست. واقعیت این نیست که سیاه‌پوستان بیشتر مرتکب جرم و جنایت میشن. واقعیت اینه که حضور پلیس در میان جامعه سیاه‌پوستان بیشتره. اگر شما دو گروه از مردم رو داشته باشید که بین یکیشون 100 تا مأمور پلیس حضور داره و در بین گروه دیگه فقط 2 مأمور، به احتمال بسیار زیاد در اون گروهی که 100 تا مأمور بینشونه افراد بیشتری دستگیر میشن. پلیس بخشی از سیستم سرکوب در جامعه سیاه‌پوستانه. فقر، آموزش ناکافی و سیستم آموزشی ضعیف، سیستم درمانی ضعیف، وضعیت نامناسب مسکن و حتی در بعضی جاها آب آلوده و سمی، همه بخشی از یک سیستم بزرگترن. تا زمانی که مشکل فقر و طبقه اجتماعی حل نشه، مشکل پلیس هم حل نمیشه. مشکل فقط پلیس یا دونالد ترامپ یا یک نفر نیست. کل سیستم به گونه‌ای بوده که در بیش از 500 سال گذشته به سرکوب سیاه‌پوستان دامن زده. روز زمین هر سال دوم اردیبهشت یا 22 آوریل روزی است که هم آگاهی خود را نسبت به سیاره‌ای که روی آن زندگی می‌کنیم بالا ببریم و هم نسبت به محیط زیست شاید قدردان هم باشیم. امسال شعار این روز بر اساس یک کنش همگانی و برای بازیابی زیست بوم جهانی تعریف شده. اما در ایران بار دیگر زنگ خطر خشکسالی به صدا درآمده. هم بارش کاهش پیدا خواهد کرد و هم دمای هوا بیشتر می شود. آزاد شفیع به مناسبت همین روز نگاهی کرده به چالش خشکسالی در ایران. زنگ خطر خشکسالی در ایران به صدا درآمده. مقامات مدیریت بحران سازمان هواشناسی هشدار دادند سال جاری یکی از بدترین سالهای آبی در ایران خواهد بود. طبق گفته مقامات میزان بارش‌ها 40% کاهش داشته. علاوه بر کاهش میزان بارش‌ها، افزایش دمای هوا هم که مشکلی جهانی است بحران را شدیدتر کرده. در ایران فروردین سال جاری از همیشه 3 درجه گرم‌تر بوده. کلی روند دماییمون نشون میده که این مطابق با روندهای جهانی گرمایش گرمایش یا افزایش دما در کشورم رخ داده و به طور متوسط 2 درجه طی 50 سال گذشته به دمای میانگین کشور افزوده شده. افزایش بارندگی ها در 2 سال اخیر باعث شد عده‌ای مدعی شوند که دوره خشکسالی در ایران تمام شده و ایران وارد دوره ترسالی شده. ادعایی که در همان سالها توسط رئیس سازمان هواشناسی رد شد. از اونها داشتیم اگر خشکسالی رو در بازه بلند مدت نگاهش بکنیم با دیدگاه در واقع هیدرولوژی و منابع آب ما همچنان در خشکسالی هستیم، نه فقط ایران کل منطقه خاورمیانه. پس ما در ترسالی به سر نمیبریم. خیر، شاید میگم 1-2 سال در واقع پربارش داشته باشیم ولی اساسا در بخش خشکسالی همچنان شرایط رو داریم. با وجود ادامه روند دوران خشکسالی، استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در ایران همچنان ادامه داشته و حالا سطح آب‌های زیرزمینی بسیار پایین آمده. با این حال 98% آب‌های زیرزمینی همچنان برای کشاورزی استفاده می‌شود. ادامه خشکسالی در ایران یعنی خشک شدن بیشتر دریاچه‌ها. بزرگترین دریاچه داخلی ایران، دریاچه ارومیه، این روزها دوباره در آستانه خطر خشک شدن است. در سالهای گذشته حسن روحانی بدون اشاره به نقش بارش‌های سالهای گذشته در نجات دریاچه ارومیه بارها تاکید کرد دولت ناجی آن بوده و حالا با کاهش بارش‌ها این خطر دوباره بازگشته است. مقامات پیش بینی کردند که تابستان امسال نزدیک 250 شهر دچار تنش آبی و تأمین برق نیز با مشکل مواجه شود. آن هم در کشوری که با بحران دیگری به نام کرونا درگیر است. این هشدارها یعنی اگر مقامات راه حل ریشه‌ای برای حل بحران آب ارائه ندهند با عواقب دیگری روبرو خواهند شد. تنش و اعتراضات و جنگ آب بین مردم ایران در سالهای پیش رو. آزاده شفیعی، ایران اینترنشنال.
ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو همراه ما هستن. آقای کرمی خوش آمدید. مقامات ایران در دو سال گذشته بارها از ترسالی و پایان خوش‌سالی و اینها صحبت میکردن، اما الان هشدارها در مورد خوش‌سالی در سال 1400 خیلی جدی شده. چه نشانه هایی از این خوش‌سالی در ایران وجود داره الان؟ درود به شما، سلام عرض میکنم خدمت بینندگانتون. عرض شد که خب این از ابتدا، یعنی از تابستان سال قبل مکرر اعلام شده بود، پیشبینی شده بود که ما بارش چندانی نخواهیم داشت، یعنی پاییز خوش داشتیم، یک زمستان حالا نسبتاً بارش خوبی بود، انتظار یعنی به واقع آرزو داشتیم که بهار جبران کنه، اما تقریباً بهار هیچی نبارید تقریباً. به همین خاطر تا الان، یعنی معمولاً فصل بارش در ایران از نیمه آبان هست تا نیمه اردیبهشت، تا الان که ما دیگه تقریباً دیگه داریم به نیمه اردیبهشت میرسیم، چون پیشبینی بارش هم نداریم برای دو هفته دیگه، میتونیم بگیم که بارش امسال تقریباً اگر بخوایم متوسط مجموع سرزمینی رو در نظر بگیریم، به خصوص توی دو سوم جنوبی کشور 50% زیر نرمال بوده. این به اصطلاح تعریفش از نظر اقلیمی میشه خوش‌سالی شدید که به شدت میتونه روی منابع آب کشور تأثیر بذاره. آقای کرمی، الان خب خیلی در مورد مسائل اقلیمی صحبت میشه، با تغییر دولت در امریکا هم مذاکرات جدیدی صورت گرفته، حتی دولت چین هم حاضر شده به این مذاکرات بگیره، اما ایران هنوز حاضر نشده نشانه مثبتی از خودش نشون بده برای اینکه بتونه از همکاری‌های بین‌المللی استفاده بکنه. چقدر این خوش‌سالی و اون عدم همکاری رو در کنار هم میتونیم قرار بدیم و ضررش برای مردم باشه؟ ببینید، به واقع بازی اقلیم و آب و حالا مدیریت سرزمینی در جمهوری اسلامی خیلی اصلا متفاوت است با اون بحثی که خیلی عقب‌تر است از این بخش. نکته این است که ما به هر حال توی گزارش شما هم بود، دو درجه در یک، ببینید این دو درجه توی کشوری که خودش کشور خیلی خشک و کم آب است و زیست بوم‌های شکننده‌ای داره، ایران به طور متوسط 2 درجه گرم‌تر شده، بارش حدوداً 20% کمتر شده، میزان آب‌های تجدیدپذیر در دسترس ایران از 130 میلیارد متر مکعب به کمتر از حدود 90 میلیارد متر مکعب رسیده. این یعنی یه سرنوشت تازه. ما باید کل سیاست‌های مدیریت محیطیمون، حتی سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی، بحث جمعیت، نحوه استقرار شهرها، تمام اینها رو باید متناسب بکنیم با یک وضعیت تازه. مثل شما یک مهاجری هستید که یک جایی رو ترک کردید، به جای دیگه وارد شدید، باید خودتون رو منطبق کنید با این وضعیت تازه. اما هیچ کدوم از این موارد دیده نمیشه. متاسفانه فشار شدید بر منابع آب، به واقع استفاده کردن منابع آینده برای حل مسائل الان کماکان توسط حاکمیت دیده میشه که نگران کننده است به شدت. ناصر کرمی، ممنون که با برنامه امروز همراه کردیم. اگر اهل رقص فلامنکو هستید یا دست کم به اون علاقه دارید، احتمالاً اسم نمایشگاه فریاد آوریل رو شنیدید. نمایشگاه بزرگ پر از رقص و رنگ و شادی و صد البته یکی از مهمترین درآمدهای شهر سویل در اسپانیا است که امسال برای دومین سال پیاپی به دلیل محدودیت‌های کرونایی برگزار نخواهد شد. فلامنکو در کنار صنعت سرامیک و ماتادورها هویت این شهر هستند و حالا شهر از آن شور خالی است. اما مردمان این شهر هم نگران اقتصادی هستند که زیر سایه کرونا خراب و خرابتر می‌شود و هم ناراحت از خیابان‌هایی که مثل گذشته ها نیستند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد. برای مردم سویل اسپانیا فلامنکو فقط یک رقص نیست، یک منبع درآمده که چرخش در زیر سایه کووید 19 مثل قدیم نمیچرخه. هر سال در اینجا نمایشگاه فریادی آوریل برپا میشه، ولی امسال از چادرهای بزرگ همیشگی خبری نیست. کل سال رو برای آماده کردن اون چه میخوایم بپوشیم، جایی که میخوایم بریم، کاری که میخوایم بکنیم برنامه ریزی میکنیم. تجارت و اقتصاد شهر سویل وابستگی زیادی به این رویداد داره و این شرایط ناامید کننده است. واقعا ناامید کننده است. با این حال عده‌ای تصمیم گرفتن لباس‌های فلامنکای خودشون رو بپوشن و در سطح شهر پیاده روی کنند و یک آبجو یا ماهی سرخ شده بخورند. بعضی ها هم رقصیدن. ولی خیلی ها حالشان خوب نیست و از نگرانی‌های مالی احساس ناامنی می‌کنند. لغو این نمایشگاه برای سال دوم باعث شده لباس‌های فلامنکویی که در طول سال برای این نمایشگاه تولید شده در مغازه‌ها و انبارها خاک بخورند.
خیلی ها که مثل گاسول مشاغل فصلی وابسته به نمایشگاه ها رو دارند، از سال 2019 تا به حال درآمدی نداشتند. مجموعه امسال هم از مد میفته، یعنی فقط یک سال بی درآمد نخواهیم داشت، بلکه دو سال خواهد بود. حتی اگر اقتصاد فعال بشه، مثلا از سپتامبر 2021 که واکسینه بشیم، اگر نمایشگاه وجود نداشته باشه هیچ فروشی انجام نمیشه. شرایط اقتصادی سویل در دومین آپریل کرونایی خوب نیست، اقتصادی که دولت هم از آن حمایت نکرده و باعث شده تا عده‌ای به نشانه غم امسال لباس‌های عزای فلامنکو رو بپوشند. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال. پیش از پایان برنامه سری بزنیم به روسیه، جایی که امروز اعتراضات هواداران الکسی ناوالنی علیه دولت پوتین ادامه داشت. امروز نزدیک به 1000 نفر دست کم در یکی از شهرهای کوچک روسیه کنار هم جمع شدن و بعد از اون ما شاهد این بودیم که بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ روسیه هم شاهد این تظاهرات ها بودند. در برخی از اونها پلاکارد هایی با عنوان روسیه بدون پوتین در دست مردم بوده و شعارهایی همچون آزادی الکسی ناوالنی سر داده شده. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم سخنرانی کرده بود امروز و نسبت به عبور کشورهای غربی از خط قرمزهای روسیه هشدار داده و گفته هر کشوری که این خط قرمزها رو رد کنه تاوان اون رو شدیداً خواهد پرداخت. ممنون که با امروز همراهی کردید. تا روزی دیگر و امروزی دیگر، بدرود.